سلام مجدد خدمت شما بینندگان و از اینکه با ما همراه هستین کمال سپاس رو دارم در خدمتون هستیم با حضور جناب آقای دکتر زیاء شهیدی و بحث رشد فکری و مدیریت شخصی و الان رسیدیم به بخش ها و بحث ها و درس های قانون جذب آموختیم که بایستی توکل به خدا کرد و باور داشت هر آنچه که ما نیاز داریم در قدرت و در ید با کفایت خداوند متعال است یک ضرب رو هم بسیار روش نگاه مثبتی پیدا کردیم که حرکت باید بکنی انگیزه باید داشته باشی خدا میدهد برکتش رو اصطلاحا میرسان همون ضرب بسیار معروف از تو حرکت از خدا برکت اجازه بدید وارد گفتگو بشیم با جناب آقای دکتر زیاه شهیدی و ببینیم امروز چه درسی رو در قانون جذب قرار است فرا بگیریم سلام علیکم عرض سلام وقت دارم شما شما, شما. شما. طیب انفسکم همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی این برنامه و امیدوارم که انشالله به برکت آقای امام زمان نظر لطفی در شب چهارشنبه به هر حال باشه و انشالله این برنامه بتونه مفید باشه انشالله انشالله ممنون از لطفتون آه. آه. یک نکته خیلی جالب هست در فضای همین موارد حالا قانون جذب و بحث رشد فردی و فکری و اینها آه. جای خوشحالی هم البته داره که خیلی ایمان به خداوند متعال خاصه اون بحث حالا خدا باوری رو تاکید میکنن هم اساتید و هم میبینیم که نتیجه هم میگن خب حالا یک سری اعتقادات و باورهای ما داریم در آموزهای دینیمون هم هست که ان شکرتم لعزیدن نکن ولی کن خوشبختانه در حتی اساتیدی که شاید در مکتب اسلام و تشیع هم نباشند مثلا اساتید حالا خارجی رو نگاه میکنیم نسبت به خداوند متعال یک نقطه نظر خاصتری رو دارن حالا ما چون فضای دینی در شبکه همون حاکمه شاید خیلی مثلا تو فضای اهل بیتی و حالا خدا به صلاح هیعتی بودن و اینها نباشن ها ولی نسبت به خدا نوتال خیلی تاکید بیشتری دارن این واقعا صورتی از کاره یا نه بیان من ابتدا فقط این رو به, عنوان یک مقدمه کوتاه عرض کنم که ما انشالله اگر خدا توفیق داد به شرط حیات انشالله بحث توکل بحث شکرگزاری اینا هر کدوم مباحث, مباحث مفصل داره که قطعا انشالله بهش می‌پردازیم. ببینید جا موسیقی ما عرضمون این بود اگه خاطر مبارکتون باشه گفتیم که خواسته های ما به صورت سیگنال هست مم. یا به صورت فرکانس هست و عرض کردیم که فرکانس در از اون اندازه واحد اندازه گیری ارتعاش رو بشه میگن فرکانس هرچی شدید تر باشه و از اونهایی که آقلن میان میگن که اگر ما این خواسته رو وصل کنیم به ماورا و مبدع این عالم قطعا ارتعاش قوی تری خواهیم فرستاد وقتی ارتعاش قوی تری میفرستیم زودتر هم به خواستمون میرسیم یکی از دلایلش اینه که اکثر افراد میان به این نکته توجه میکنن نکته ای که باز خیلی مهمه من واقعا هر جلسه ای سر میکنم تذکر بدم توجه به خواسته هاست نه نخواسته ها یعنی چی یعنی الان من میگم جناب موسوی شما به یک اسب سیاه نمیدونم که پاهای سفیدی داره فکر نکن اتفاقا الان ذهن شما رفت به یک اسب سیاهی که پای سفید هر چیز نمیدونم به یک خروس سفید فکر نکن یعنی چی مهم اینه ما دقیقا مطالبی رو که نیاز داریم بهش فکر کنیم اون چیزایی رو که میخوایم و لذا عرض کردیم توی یکی از جلسات هم که یکی از بحث‌ها اینه افرادی که اصلا ضرب المثل معروفیه میگه از هر چی بدم میومد به سرم, سرم. می اومد. چرا چون این بنده خدا نخواسته به این مسائل توجه میکرده این توجه باعث میشه تو مدارش قرار بگیره تو فرکانسش قرار بگیره و تو زندگیش وارد بشه حالا البته این گونه نیست که یه بار دو بار و الاخر نه ولی افرادی شما ببینید افرادی که مثلا همش توی جو دعوا و نمیدونم این برنامه ها و بالاخره مسائل منفی هستن همیشه هم عجیبه براشون پیش میاد چون تو جوش هستن اه. من ولزا ارزم اینه میگم آقا برادر من خواهر من توی جایی داری رد میشی اگر به قول معروف خدایی نکرده صحنه ای میبینی که ناخوشاینده اصلا مسیر تو عوض کن بارها عرض دادم. یه وقت آدم میتونه یه کمکی بکنه اون فرق میکنه از باب کل کم را و کل کم مسئول اما یه وقت آقا من کاری نمیتونم بکنم من دیدم متاسفانه خب من چون مسافرت هم به هر حال به لطف خدا زیاد وقتی هم میرم اون پونزه ساعت مثلا پشت فرمون هستم و بعضی وقتا توی این مسافرت ها ببینم مثلا خب خدا برای کسی نیاره یه تصادف پیش اومده تعدادی رو اینم موبایل به دست وایس دادن آقا بابا میتونی کمک کنی برو کمک کن نمیتونی برای چی میری بعدش هم آدم خونین و مالین و با اون وضعیت تو این عکس میگیری یعنی چی تو فرکانسش قرار میگیری پس بنابر این برگردیم یک بحثی که خیلی مهمه افرادی که بخوان که جلسه قبلا هم عرض کردیم بخوان تو این عالم واقعا به جایی برسن باید رو خودشون کار کنن رو خودشون کار کردن باز به مناسبتی اشاره کردیم تو جلسات قبل فقط من اینجا اشاره میکنم از مهمترین به اصطلاح ورودی های زمیر ناخداگاه چشم و گوش ما هست ولی خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماد این السمع و البسر و ول فاد که فعاد رو هم عرض کردیم که یعنی چی؟ کل اولائکه کانه انها مسئولا عزیز من هر صحنه ای رو نبین هر ولذا افرادی که موفقن اصلا اینطوری نیست شما ببینید زندگی رو بخونید تو هر جای عالم باشن اصلا خودشون رو با اخبار هماهنگ نمیکنن یعنی اخبار رو اصلا گوش نمیکنن وقتشون رو برای خوندن روزنامه و حوادث و اخبار و این چیزها اصلا صرف نمیکنن خودشون رو تو این مدارها و تو این فرکانس ها قرار نمیدن بله یه وقتی یک عزیزی تاجر کار اقتصادی داره چه میدونم یکی زمان. کار امنیتی آه. داره اونال ببینید اون لازمه یه کاره ولی ما عرضمون اینه چون دلیلش هم اینه شما خودتون اهل رسانه هستید این رو خوب متوجهید که فیزیولوژی خبر یه فیزیولوژی منفیه به خاطر اینکه به قول معروف نمیدونم خفاش شب نمیدونم پدری دختر خود را چنین و چنان و و و برای اینکه بتونن جلب توجه کنن میان و به این مطالب دست میزنن کلا با توجه به فرمایشات شما قطعا انسان وقتی یک سری اخبار منفی میشنوه این روحش و مثلا ذهنش درگیر منفی ها میشه و ناخداگاه زندگیش به سمت منفی ها میره یعنی یک ترس همیشگی و عمومی داره نکنه این خوفاشه نصیب منم بشه همینطوره <applause> <applause> ولی اونها که <applause> از میکنم توی فضای مثبت زندگی میکنن شما ببینید میگیم که پیرمرده چقدر لطیف بود حرف زدنش فکر کردنش جسمی ظاهرش چون اون اصلا فضای چون سال خورده شده مثلا دنبال این اخبار به فرمای شما نیست فضای زندگیش اصلا سمت دیگه ای میره حالا با توجه به این حرفها پس من فکر کنم این سوال درست باشه آیا بحث قانون جذب هم قابل ترویته؟ قطعاً ببینید ما الان یکی از بحث اونجا رو موسوی الان خود تو شما فرمودید خود متفائل بودن که پیامبر میفرماید تفعلو بالخیر تجدو اصلاً <تصفح> اصلا چطوری ما میتونیم متفائل بشیم جالب زندگی مگر خداوند مگه ما مسلمون نیستیم خداوند مگه در قرآن نمیفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه اصفا یعنی الگو دیگه بله. اصلا زندگی پیغمبر رو بخونید شما پیامبر فوق العاده آدم متفائلی بودن طرف رو میدیدن اسمش رو میپرسیدن مثلا می... طرف میگفت اسمم سالمه حضرت میفرماد اذن سلمنا و و و حالا من نمیخوام تو این زمینه وارد بشم چون بحثش مفصل وقت ما اجازه نمیدیم میخوام یه مطلب رو به اصطلاح استفاده کنم از این وقت کم و آن اینکه عزیزان سعی کنیم که اولا رو خودمون کار کنیم تو فضای سالم و مثبت قرار بگیریم هر چیزی رو شما میبینید اگر شما چون که ما یک هم عرض کردیم کائنات در این عالم خونسا هستند. هر چیزی که پیش میاد بستگی داره به تفسیر من و شما از اون واقعه شما ببینید به لحاظ ظاهر حالا من اشاره می کنم به هر حال این ایام ایام فاطمی است ولی شما فرض بفرمایید بیبی بی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که تو مجلس اون نانجیب قرار میگیره و طرف بهش میگه تو چگونه دیدی کار خدا را با تو کیف رأیت سون حضرت میفرماد ما رأیت الا <سؤال> <سنانلا> جمیلا ببینید به چی توجه داره اینا همه فلسفه داره و بحث ما نیست میخوام اینو بگم شما تو بدترین اوضاع هم باشید به لحاظ ظاهری ولی اگر واقعا خودتون رو تربیت کرده باشید حتی تو اون وضعیت میتونید اون چیزی رو که بهش نظر دارید واقعا یک مسائل دیگه ای باشه یعنی چیزهایی باشه که دیگران نمیبینن چی میخوام بگم میخوام بگم پس بنابر این دید ما این ام. که ما چگونه به زندگی نگاه کنیم چگونه به حوادث زندگی نگاه که کنیم میگم بخش مثلا پر لیوان رو ببینیم همینطوره واقعا همینطوره ببینید یعنی بحث بر سر اینه که ما باید همیشه تو هر زندگی تو هر چیزی اصلا یکی از تمرینای ما اینه میگیم آقا تو هر جریانی که برای شما پیش میاد شما یک کاغذ و قلم دستت بگیر بگو من تو این جریان از چه نکاتی میتونم استفاده مثبت بکنم کجا برای من درس داره کجا میتونم تجربه یه بار عرض کردم ادیسون خبرنگاره بهش اهانت میکنه میگه تو آدم احمقی هستی که این همه داری این کار رو ادامه میدی و میدونی فایده نداره میگه میدونم فایده داره اینم که دارم ادامه میدم میدونم مثلا تو الان 600 بار این راههایی که از این راهها نمیرسه بعد راهش رو پیدا کنم پس به عزیزان بیا این رو خودمون کار کنیم با خدای خودمون آقا ببینید یکی از فرمول ها اینه ما چجوری خودمون رو در فضای مثبت قرار بدیم با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم چیزهایی رو که میخوایم به خدا بگیم حالا جالب اینو گفتم به خدا یاد یه داستانی هست معروف به حاج آخون داستانی در رابطه با مهاجران عراق که باقهای بسیار مفصلی بوده حالا شاید هنوزم باشه در منطقه مارون و یکی از علمای اونجا که مورد وسوق مردم بوده آدم فوق ای بوده و بهترین باغ جالبه که مال این آدم بوده و درآمدش از این باغ استحصال می‌کرد به و از استحصال انگور اونجا درآمد خود رو به اصطلاح به دست میورده ایشون معروف بوده به حاج آخوند ایشون یک بار خلاصه در یک مدرسه دو کلاسه ای که اونجا بوده حالا مفصل من خلاصه بکنم که استفاده بکنیم معلمی بوده معلم بسیار موفقی بوده و که هم مدیر بوده هم معلم بوده مریض میشه نمیتونه بیاد کلاس از حاج آخوند خواهش میکنن بیاد و در این کلاس مدت یک روز حاج آخوند رو میکنه به شاگردان و میگه که بچه ها امروز میخوایم ببینیم با خدا چجوری باید صحبت کرد و میخواد از بچه ها که مثلا بیاید با خدا صحبت کنید یک نفر از این بچه ها به نام مملی جالب نوشته شده در تاریخ آمده حاج آخوند و مملی داستانش اینطوری من میاد بچه ابتدایی هم بوده ظاهرا شروع میکنه با خدا راز و نیاز کردن و چنان از حالت خودش خارج میشه و شروع میکنه به اصطلاح حالا به درد دل کردن و خواسته های خودش رو از خدا خواستن که نوشتن بچه های کلاس زار زار گریه میکردن و حاج آخوند کنار پنجره ایستاده بود و به فضا خیره شده بود و هی میگفت پسرم بگو بازم بگو با خدا به صحبت کن و جالب بعد از اینکه، صحبت های این آقای مملی تموم میشه همون شب آقای حاج آخوند یک کاغذ و قلم تهیه میکنه و بهترین باغ مارون رو که باغ خودش بوده هبه میکنه به خانواده مملی که خانواده بیچاره ای بودن بس بر سر این خواسته ها رو ما از خدای خودمون بخوایم و باز دوباره تکرار میکنم آقا نگو چطوری نگو چطور میشه تو چه کار داری چجوری میشه تو از خدا بخوا در اون زمینه هم گام بردار خداوند تبارک و تعالی وسیله سازه بله البته خدا وسیله سوزم هست وقتی هی بگی چطوری 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 و اعتماد نداشته باشی ایمان نداشته. نداشته باشی به هر حال خب گیرت نمیاد دیگه من میخواستم همینو بگم وقتی ما میگیم چطوری یعنی که به یه باور درون داریم که خدا نمیتونه حالا خداوند متعال مثل ما آدما نیست که لج و لج بازی بکنه ولی مسئلهش رو میخوام برای به ذهن شدن خدا میگه حالا من که نمیتونم که خواستم برات نمیکنم بله برای ذهنیت برای تغییر به <تصف> ولی کن وقتی باور داشته باشیم مثلا اون فضای مهیا میشه حالا دادن این حاجت من یا مطلوب من در این نیست به تعبیر قدیمی یا تو زنبیل بکنه خدا بفرسته پایین یه وقتی اسبابش رو برای آدم فراهم میکنه توفیق تو برنامه قبلی آدم شما مثال زدین اون یزید مل اون رو که قرار نبود به وسیله توبه کارش حل بشه با اینکه امام راهکار رو بهش دادن فرموده بودن اگر توفیق پیدا بکن خیلی وقتا ما خودمون هم دیدیم ها یه کاری رو شاید ده سال میخوایم نمیشه اصلا نمیتونیم به زبان بیاریم یه زمانی که خداوند میداند به درد ما میخوره اون موقع اصلا توفیق رو میده یه دونه مجلس رو روزم سر راه میذاره شش ماه بعدم میبینیم که آقا گرفتیم کلی هم خیلی وقت میگیم چرا زودتر ندادی ها خب اون چرا ندادنش رو او میده به خودمون برمی این داره. جالبم اینه. این مقدارش هم به خودمون ببینید خیلی قشنگ گفتید ببینید این مسئله زمان وقتی البته الهی تفسیر حقیره وقتی به وجود میاد برای ما که ما خودمون رو در اون اندازه بریم بالا م. چون قانون جذب میگه دقیقا آن چیزی که تو هستی به تو خواهد رسید یعنی تو خودت بیار بالا رو خودت کار بکن به قول معروف خودت رو باور کن باور کن در اون اندازه وقتی شدی خدا هم همطور که فرمودید اصلا برات قرار میده چرا چون شما وقتی باور کردی میری به دنبالش دیگه من دو سه تا تم... چقدر وقت داریم دو سه تا من دو تا تمرین خدمتون عرض یعنی عزیزانی که برنامه ما رو میبینن سعی کنید این تمرین ها رو سعی کنن این تمرین ها رو سعی کنیم این تمرین ها رو من خودم واقعا نتیجه دیدم حالا چون که بعضی جا درس میدادم یه وقتی یادم حالا در یک پرانتز بزنم وسط تمرین هایی که توی مقوله های حالا داستان رشد فکری و مدیریت شخصی وارد شده بدون اینها نتیجه حاصل نمیشه من حالا بعد از اینکه با جناب آقای شهیدی توی این مباحث وارد شدم خودم تحقیقات فردی دارم میکنم میبینم تمام اساتید این فن تاکید دارن به این تمرینات دفعه. که ما حالا توی بحثای دینی خودمونم این تمرینات رو مثل همون نماز کسرت در نماز خوندن طرف رو میبره توی فضای دیگه حالا یا روز گرفتن و این تمرینات اگر نباشه نتیجه حاصل نخواهد نمیشه. چون من باز عرض کردم بازم عرض ببینید دانستن یه آدرسه <applause> تا نروی نمیرسی آره بله من اول جایی رو میخوام برم باید اول آدرسش رو یاد بگیرم اولین قدم علمه باید علمش رو به دست بیارم اما عالم بی عمل به چه ماند به زنبور بی اثر من فقط یاد بگیرم و عمل نکنم متاسفانه جواب نمیده و جالبه من حالا بعضی وقتا مثلا یادم یه وقتی در رابطه با حافظه توی کلاسی برای عزیزان طلبه تدریس داشتم خلاصه بچه ها میپرسند که مثلا فلانی شما خودت واقعا استفاده کردی گفتم وجدانا اون مقداری که تمرین کردم بله ببینید اون تمرین ها رو که انسان انجام بده براش ملکه میشه ما عرض کردیم دیگه بر اثر تکرار یکی از قوانین مغز اینه ما روایات ما اینو میگه درس و مره مر و تکرار الف مره مر الف مم. یعنی سیغه مبالغه یعنی شما هرچی تکرار کنی این تکراره برای شما میاد و ملکه میکنه یکی از تمرین هایی که خیلی مهمه برای اینکه ما توی مسئله به توی محیط جو مثبت قرار بگیریم یکی اینکه گفتم تا اونجایی که ممکنه عزیزان سعی کنید از خوندن اخبار از قرار گرفتن در محیط خبرهای منفی اصلا دیدن شبکه های خبری اینا رو بذارید کنار امیرالمومنین میفرماید اگه میخواید درست زندگی کنید حالا به عبارت ترجمه من البته ترجمه ناقص من خلاصه اون چیزی رو که به دردت نمیخوره ترکش کن ترک و مالا یعنی دیگه حالا این بحث بسیار مفصلیه پس بنابراین این یک بحث اما چه کار بکنیم یکی از راه ها اینه حالا عزیزان میتونن مثلا یک تسبیحی دست بگیرن فرض بفرمایید حالا نه تسبیح به قول معروف یه تسبیح شمار میگم که راحت باشن هر مطلب مثبتی رو میبینن این رو به قول معروف یک شمارش بزنن هر چیزی و از هر چیزی که میتونن برداشت مثبت کنن روش تمرکز بکنن برداشت مثبت بکنن یک تمرین دوم یه دفترچه داشته باشیم هر شب میخوایم بخوابیم قبل از خواب امروز چه نکاتی برای من به وجود اومده که از نظر خودم نکته مثبتی بوده اینو یادداشت کنیم حسن این وقت چند تا بحثه که دالا ان چون دیگه ظاهرا وقت نداریم من ان اینا رو جلسه بعد میگم یه قوانینی هست مثلا یکی از قانونها قانون تمرکزه شما وقتی روی چیزی متمرکز بشی اصلا میبینی که مال اون اون دفعه هم عرض کردیم بالاخره که رس رو که مغز جوری فیلتر میکنه حالا دیگه میگذریم بله خب آ... آموزش این هفتمون هم به این تیتر من جمع بکنم بریم برای شنیدن اذان اینکه سعی کنیم نگاهمون رو نسبت به مثبت ها تقویت بکنیم منفی ها رو حتی المقدور اصلا فکرشون نکنیم هیچی نبینیمشون هم انشاءالله خیلی ممنونم التماس دعا دارم در این دقایق ما رو فراموش نفرم